امروز برای شما همراهان کانال و دانش آموزان و رهجویان علوم غریبه، ماوراءطبیعه و خفیه یک مطلب بسیار بسیار مهم رو آماده کردم. امیدوارم که این مطلب رو با من همراهی بکنید و متاسفانه این مطلب رو من نمیخواستم برای شما بذارم، ولی دیدم که در فضای مجازی بعضی از صحبت‌ها میشه که بالواقع زیاد با آنچه که اتفاق میفته سنخیت نداره. پس با من در ادامه همراه باشید. و اینکه جنیان یا شیاطین خادم و سحر چگونه انجام عمل میکنند و اینها به چند دسته و روش هست رو حتما و حتما با من همراهی بکنید و از این دانش بهره مند بشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و ادب پیشگاه شما گرامیان، باشندگان، همراهان این کانال، امیدوارم در هر کجا از گیتی که هستید به دور از ناز طبیبان و در تندرستی باشید، هیچگاه کیسه بیمار نباشید و دستتون محتاج هیچ کس نشه. و یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم، اگر میخواید که درگاه های غیب سریع تر بروتون باز بشه عزیزان گرامیان، یادتون نره به پدر مادر، به بزرگتراتون احترام بگذارید. این یک تجربه شخصی است، انشالله که انجام بدید و ازش بهره‌مند بشید. گرامیان، همراهان، من در مورد اصطلاحا خیلی از مطالب در این مدت در پلیلیست اصطلاحا واقعیات ماورا و تسخیرات، این پلیلیست رو حتما برید نگاه بکنید. من در این پلیلیست خیلی از مطالب رو گذاشتم و همینجور ادامه میدم. البته بسته به حمایت شما گرامیان داره و اینکه شما بتونید این رو حمایت بکنید، شیر بکنید، برنامه رو حمایت بکنید تا من بتونم ادامه بدم و ببینم آیا واقعا جا داره برای ادامه. خیلی از مطالب رو در مورد پادشاهان، در مورد تسخیرات، نحوه تسخیرات، سختی این و بدبختی که تو این راه هست، ممکنه حتی به مرگ ختم بشه، خیلی از مطالب رو گفتم. در مورد ام الافاریت صحبت کردم دوستان، این ام الافاریت، و خدمت شما عرض بکنم که ملکی ساحرین جن یا جادوگران جن و خیلی از مسائل، حتما اینا رو برید نگاه بکنید. امروز رسیدم به مطلبی در مورد سحر. خب خیلی از عزیزان شاید سحر رو ندانند. در کشور ما یک مطلب رو خیلی سر زبون ها هست، میگن رفتن برای فلان کس چیکار کردن؟ جنبل و جادو کردن. جادو اصلا اصلش این نیست. جادو واژهشون، تعریفی که دارم، تصرف در تخیله. ممکن هست در سحر برای شما اون موکل، اون به اصطلاح می شود که خادم سحر، بسته به اون سیمیایی که در اون به کار رفته، یه سری چیزها رو بالواقع درست نشون نده، وهم به شما دست بده، به صورت آنی تصرف در تخیل شما بکنه، ولی عملا کارش جادو نیست، این کار سحره. و خب میدونید که کلمه سحر هم یک واژه عربی است و وارد به اصطلاح زبان ما شده و رایج هست دیگه، میگن فلان کس ساحره. البته عزیزان عرب این ساحر رو به هر چیزی میگن، ولی اون چیزی که مد نظر بنده هست اعمال سفلی و خطرناک هست. اگر جایی گفتم سحر، بدونید منظورم این هست، یعنی عملی مثل مثلا سحر مرگ، یا به اصطلاح میشود گفت که سحر نفاق، سحر مریضی، سحر بیچاره شدن، سحر آوارگی و و و و همینا، سحره که باعث میشه در اون شما از نیروهای استفاده بکنیش، نیروی درست نمیاد سحر بکنه عزیزان. اونایی که در سحر استفاده میکنن نیروهای بسیار بسیار بد هستن، نیروهایی که تاریک هستن. خب مبحث امروز بنده این نیست که حالا سحر چه هست، این هست که شما وقتی که یک سحر رو می نویسید، سحر از زمان انجام تا اصطلاحاً عمل چی کار میشه. بماند که من امروز براتون یه چیز دیگه هم میگم، شاید خیلی ها این رو نگفته باشن، شاید هم بعضی از اساتید بزرگوار و بسیار دانا این رو گفته باشن. نگاه بکنید، سحر رو عزیزان شما میتونید هم به صورت تلسمی انجام بدید، هم سحر خالی، یعنی بعضی ها سحر رو با تلسم انجام میدن، بعضی ها سحر رو نه.
شما شاید تا الان مثلا بر فرض مثال شنیده باشید که فلان کس بند میده، یا در قرآن هست من شر نفاثات فل و قد، یعنی اونهایی که چیکار میکنن؟ اونهایی که در گره ها میدمند، مثلا میگن بستم این کارو کردم اون کارو کردم، گره رو میبندن. اونها هم عملشون چی هست؟ جزء سحر حساب میشه. اما اگر همین سحر رو شما بیاد با ترتیب خاصی و با اصطلاحاً یک سری به اصطلاح میشود که فاکتورهای طلسم شما عجین و ممزوج بکنید، این سحر با طلسم عجین میشه. و خیلی ها مثلا دیدید میگن آقا برو مثلا پوست خرچنگ بیار، این رو بیار، آن رو بیار، یه چیزی درش مانترا یا منتر میخونن، فوت میکنن، میگن اینو ببر مثلا در فلانجا چال بکن یا در فلانجا فلان کار رو بکن. این هم عزیزان یک نوع از سحر هست که بعضی ها انجام میدن. اما خب من با اون الان زیاد کاری ندارم، اون حتما شما زمان انجامش یک سری خواص خاصیت ها داره که فرد خودش میدونه اون ساحر. صحبت من در اینجاست که شما میرید مثلا نعوذ بالله، خیلی عذر میخوام، همچین کار حماقتی رو هرگز نکنید، هرگز نکنید عزیزان. من در برنامه چسبک و ام الافاریت که میگم بذارن آخر همین برنامه در اون پلیلیست و برنامه چسبک و اینا رو برید حتما نگاه بکنید عزیزان، ببینید چی کار میکنه با زندگی آدم، ببینید شما از یک کار کوچیک ببینید چه بدبختی برای خودتون درست میکنه. هرگز این کارها رو نکنید. خب شما میرید پیش مثلا یک بابای اینجا نشسته، مثلا بر فرض مثال این به این صورت نشسته و حالا یک منو نیم ریش هم داره، یک کلاهی هم سرش داره، و شما میرید اینجا میشینید و جلوی این آقا میگید آقا من مثلا فلان چیز رو میخوام، زنم میخوام مثلا ازم جدا بشه، یا مثلا شوهرم میخوام ازم جدا بشه. این برای شما یک سری کار انجام میده، قلمشو بر میداره و یه سری آتشقال اینجا مینویسه و به شما میده. اول باید بپردازیم به چه؟ اول باید بپردازیم به ساحر. از اینجا شروع میکنیم میریم جلو. خب دوستان قبل از این که ادامه رو بگم، اگر میبینید این کانال براتون مفیده و به دردتون میخوره و اصطلاحاً مزیت داره نسبت به دیگر کانال ها و ما در اون سعی میکنیم که راه درست رو به شما نشون بدیم، زحمت بکشید برای اینکه هم به ما انرژی بدید هم به الگوریتم یوتیوب و برنامه که اصطلاحاً یوتیوب رو به دیگران پیشنهاد میده، برای اینکه اون هم کانال ما رو بشناسه و حمایت بکنه، ابتدا دو کامنت انگلیسی برای ما بگذارید. گرچه خیلی از عزیزان سپاسگزارم این کار رو انجام میدن، ولی عزیزانی هم که به تازگی ما پیوستن سپاسگزار میشن. بعد هم لایک رو حتما بزنید، گزینه لایک به این صورت هست، به شکل یک دست هست، به شکل پسندیدن. و عزیزان دوستان، برای اینکه دیگر عزیزان هم از این مسائل با خبر بشن و شما هم در اون گمراهی اونها شریک نشید و لاقل یه چیزی بهشون معرفی کنید بدونن و از این راه بکشن خودشون کنار، حتما گزینه شیر رو بزنید و برای دیگر دوستانتون در واتساپ، در تلگرام، در اینستاگرام بفرستید. به این صورت هست، یه گزینه است به این صورت نوشته که با دیگران به اشتراک گذاشتن. و اونایی هم که تازه سابسکرایب میکنن سپاسگزارم، حتما زنگولی کانال رو بزنن که در کلیپ های جدید ما سریع خبردار بشن، بیان و به اصطلاح در لایو های دعای ما شرکت بکنن انشالله. عزیزانی هم که میتونن کانال رو حمایت بکنن از طریق لینک پیپلی که گوشه تصویر میاد و همچنین دیدن تبلیغاتی که بر روی کانال میاد، سپاسگزارم که ما رو حمایت بکنن. خیلی خیلی ممنونم از این که این حمایت شما باعث بشه 4 نفر به این راه ها پا نگذارن. خب عزیزان میریم سراغ کی؟ میریم سراغ این ساحر. این ساحر اینجا نشسته. این ساحر قبل از این که سحر بکنه یا سحر انجام بده، باید یک سری چیزها داشته باشه. اون چیز چیه؟ من الان بهتون میگم. بذارید باید رنگ دیگه بکشم. اولین چیز، این ساحر باید چی داشته باشه؟ اذن قلم. از کی داشته باشه؟ از استاد؟ نه عزیزان، از روحانیات.
یعنی روحانیات به اون فرد عامل اذن بدن که در فلان کار شما میتونی قلم بزنی. حالا مطمئنا ساحر دیگه، روحانیتش میشه روحانیت سیاه یا تاریک. بعد از این که این فرد روحانیت تاریک اذن قلم رو گرفته بود، باید چی کار بکنه؟ باید یک عهدی هم داشته باشه. حالا بعضی ها این عهد رو ندارند، چی کار میکنن؟ بهتون میگم الان چی کار میکنن. پس تا اینجا فهمیدید، وقتی شما میرید پیش ساحر، آقای ساحر یا بانوی ساحر، که من امیدوارم خداوند از این گمراهی اینا رو در بیاره، چون بدترین کار ممکن رو میکنه اگه قلم بزنید به سحر در زندگی کسی، ممکن از خودتون رد بشه بخوره به بچه‌تون. وقتی یکی مثل بنده که دارم پاکسازی میکنم سحر رو برمیگردونم، اون موقع این سحر یک انرژیس برمیگرده راست میخوره توی جگرت. حواست باشه، نکنی سحر برای کسی، نکنید این کار رو، نکنید زندگی مردم رو آلوده تر نکنید، مردم به بدبختیشون موندن. عوض این کسی بیاد پیش شما بگه سحر بکن، پاشی دنبالش بکنی، بهش بگی دیگه دنبال این مسائل نرو، بدبخت نکن خودتو، یه پول میگیری، حالا چند میلیون خدا میدونه، چند صد میلیون، مثل اون بیشرفی که نشسته مردم داره تو چاه میندازه، اسمش هم گذاشته تیا، لعنت بر اون و لعنت بر تمامی افرادش که به زودی تاوانی پس میدید با خونتون و جونتون. اینها عزیزان بیچاره میکنن ملتو. شما در به اصطلاح میرید پیش اون، این یا ممکنه عهد داشته باشه یا نداشته باشه. حالا شق اول این هست که این موجود عهد دارد، این موجود عهد ندارد. اینجا عهد داره، اینجا عهد نداره. وقتی که موجود عهد داره، با نیروش به واسطه اون چیزی که بهش گفتن، اون تلسماتی که حالا نیرو بهش میده، نگاه بکنید بعضی از تلسمات یا ازهار توسط خود نیرویی که دارن داده میشود و انجام میشود. شما شاید تا الان مثلا رفته باشید پیش یک بابایی، مثلا به شما گفته آقا برو پوست خارپوش بیار، نمیدونم فلان چیزه، مثلا فلان موجود رو وردار بیار که متاسفم همتون دارید گول میخورید، در حال من برای اون یه برنامه میسازم که این کفتار میگن چیه، به شما میاره میگه آقا برو فردا بیا، مثلا برو آخر ماه بیا. شما میرید یه سری اعمال اونجا انجام میده، داخل یه چیزی میپیچه به شما میده. اون سحر عجین هست با تلسمی. در مورد تلسم حالا بعدا صحبت میکنم، فعلا در این برنامه جا نیست و در اونم یه مقدار گمراهی هست. میگیرید و میرید. حالا اینجا من صحبتم اول با همین هست که شما چه اون سحری که در کاغذ نوشته شده باشه یا در هر چیزی نوشته شده باشه، یا سحر اصطلاحاً مانترایی باشه یا همون اصطلاحاً در چیزی خونده شده باشه و توکیلش همراه با انجامش به حالت تلسمی باشه، فرقی نمیکنه، عهد داره. وقتی اینجا عهد داره، این با موکلش به یک نتیجه میرسه، میگه آی موکل شما که الان میخوای این رو انجام بدی، خب مثلا این رو ما میگیریم مثلا دو ماه اثر داره. بعضی هم سحرهای بسیار بسیار قدیمی هم میشه و به اصطلاح میشود گفت که اثرش همچنان باقی است. خب مثلا ما دو ماهشو میگیریم، این آقا با موجودش گرفته دو ماهه، میگه که من از چیزهایی که به تو تقدیم میکنم و به لشکر تو تقدیم میکنم، مثل بخورات، مثل اصطلاحا خون، مثل حالا اون مبالغی که داده میشه و خیلی چیزهایی که نیازی نیست من اینجا بگم، شما اینها رو مثلا به اندازه 20 روز از من بگیر. از کی بگیر؟ از عامل یا همون ساحر. الباقی اون رو از کی بگیر؟ آها اینجاش مهمه که میگم نرید دنبال این کارا، اینجاش مهمه. الباقی رو از کی بگیر؟ از کسی که سفارش میدهد سحر را، سحر را سفارش داده است. کی؟ سحری، کسی که سحر را سفارش داده. شما این رو میگیری، میبری عمل میکنی، خب میبری تو خونت عمل میکنی، بعدش هم یادت میره، مثلا برای یکی سحر جدایی گرفتی رفتی، بعد از یه مدتی میبینی خدایا چرا من زندگیم داره اینجوری میشه، چرا بچه‌م مریض شد، چرا خودم مریض دارم، چرا کارام به هم میپیچه. نمیدونی که این موجود که تو بر این
سوارش کردی میاد از تو انرژی بخوره، اصطلاحا اون وجه العمل کار رو میاد از انرژی تو نوش جان بکنه و تو رو یواش یواش به بدبختی میندازه، یواشش به بیچارگی میندازه، یواشش به چه کنم میندازه. و به مفتی هم دست از سرت بر نمیداره، بماند که فردای روز اگر اون بابای شخص سالس، اون نفری که تو اینجا براش اون بدبختی رو که سحر انجام دادی، این عمل رو توسط یک نفری پاکسازی میکنه رد بکنه به سمت شما، این رو هم باید اثرش رو 10 برابر 100 برابر 1000 برابر بیشتر نوش جان بکنید. این میشود عمل اون موجود. این تا اینجا. پس متوجه شدید که اگه یه نفری عامل باشه یا مثلا نیرو داشته باشه، چجوری میاد و به چه وسیله‌ای مثلا مصالحه میکنه با اون نیرو و اون چگونه برای شما کار انجام. اما یه نفری هست که این از این ساحر بونجولا، از این ساحرهای به درد نخور، اینا چی کار میکنن؟ یه چیزی در یه کتابی پیدا میکنه که در این کتاب مثلا هر 100 تاش هر 1000 تاش یکی درست نیست، یه عهدی روش هست، هنوز عهد ابطال نشده، برمیداره میمیسه به کی میده؟ به شما، به شما میده، میگه آقا جان این رو مثلا ببر تو قبرستان خاک بکن، ببر روی باد بذار، ببر توی کجا بذار، مثلا توی 4 تا، یکی اینجا دود کن، یکی اونجا آب کن بده بخوره، یکی فلان بکن، منتظر باش سحر عمل بکن. خب این چی کار میکنه؟ این دیگه خودش تقدیمی ندارد، این آقای ساحر دیگه خودش تقدیمی نداره، دیگه خودش چیزی تقدیم نمی کنه، تقدیمیاش مالی کیه؟ از شما می گیرد. این البته این کسی که اینجوری خودش چی نیرو نداره، اینا رو نداره و اذن قلم نداره، این خودش بدبخت فی العالمینه، یعنی بیچاره تر از این موجودی که قلم میزنه و هیچی نداره، هیچ نیروی نداره، هیچی نداره. این خودش اصلا، اون بنده خدا معلمه میگفت که اصلا اولاغ از تو یاد گرفت شد اولاغ، این دقیقا بدبخت از این یاد گرفته شده بدبخت. اونایی که میان که کتاب جلوتون باز میکنید برای مردم سر میمیسید پول میگیرید، یعنی برید خودتون بندازید تو جوب، بندازید تو جوی آب راحت بشید، بدبختر از شما به عالم وجود نداره. چسبک و ام العفاریت و پدر بزرگ جن و مادر بزرگ بدبخت و هرچی اره اوره شمسی کوره همه بهتون میچسبن. چرا؟ چون شما هیچ نه اجازه ای داری نه هیچی، برای کسی یه قلم بزنی دو تا پس کله اول خودت به خودت میزنن، با این کاری نداره، این بدبخت، این بیچاره است. حالا میمونه کی؟ میمونه این، اینی که شما رفتی گرفتی دیگه، شمایی رفتی سحر گرفتی میخوای ببری مثلا برای کی؟ برای جناب زد. این رو به شما گفته مثلا چی کار کن؟ ببر یه جای چال کن، چال کن توی خاکی، تو قبرستونی، تو هر جا. اولین جایی که وارد میکنی، وارد میشی به قبرستون، چون دست شما چیه؟ یک تراپه، یک اصطلاحاً میشه گفت که چنگه است، یه چنگه اینجاست، یه چنگه مغناطیسه. خب مثل چی میمونه؟ مثل آهنربا، یه چنگه آهنربایی به وسیله این برای شما به وجود آورده. دقیقا مثل چی میمونه؟ مثلا یه دیدید دیگه در فیزیک، شما دور هر فلزی، خب فلز اصطلاحا مگنت شونده، سیم وقتی پیش بدی این رو بزنی به باتری، این میشه چی؟ میشه آهنربا، درسته؟ این هم دقیقا همینه. از زمانی که این وارد هیته انرژی شما میشه، این نوشته، این یا هرچی وارد هیته انرژی شما میشه و در دست شماست، میگیرید، این شروع میکنه به فعالیت، یعنی میدان انرژی شما باعث میشه اون فعالیت رو شروع بکنه و انجام دادن و آهنربا بشه. آهنربا منظور این نیست که آهن رو میروه، نه، منظور مغناطیس میشه، مغناطیس میشه و شروع میکنه به جذب کردن. اولین صدمه ای که بزنه به حاله خودتونه، بعد شما میبری در قبرستون. دومین صدمه از اینجاست، دومین صدمه از ورود به قبرستانه که شما وارد قبرستان میشه اونو چال بکنی، از دومی صدمت از اینجاست. اونها هم تو قبرستون هستن، با توجه به کششی که این مغناطیس داره انجام میده، میکشه دور خودش، اینا هم به شما میچسبن برای تغذیه انرژی، اونجا هم دومی صدمتشو میخوره و سومین صدمه از اینجا شروع میشه. شما وقتی که این رو میذاری داخل خاک،
با توجه به نوع عدد و ساختار مغناطیسی اون در دورانی که شروع میکنه با خاک انجام دادن، با مغناطیس زمین انجام دادن، جذب میکند یا مینماید از یک سری از موجودات. حالا من شنیدم جایی میگن آقا نزدیکترین موجود تراب میکنه اینا. این عزیزان در اصل به این صورت نیست که هر موجود اونجا باشه بیفته تو چاله این. نه، نگاه بکنید، این هم عالم عالم عدده، عالم عالم کده. شما الان یک سیگنالی رو دارید میفرستید، اون سیگنال برای هر چیز ترجمه نمیشه، اون اصطلاحاً ریسیور خودش رو داره. شما الان سیگنال موبایل رو مثلا با ماهواره بخواید، با این دستگاه LMB بخواید بگیرید، نمیشه، چون مقدار فرکانسش نمیخونه. این هم به همین صورت هست. شما وقتی که این رو مینویسه کسی برات و میذاری داخل خاک، به اضافه یه هیته یه انرژی خودت یک چی تولید میکنی؟ یک کد خاص. این کد خاص جذب میکنه یک سری از موجودات رو، یک سری از موجودات رو که ساحر در اون دخالت نداره، ساحر به هیچ وجه در اون دخالت نداره، و این کد خاص باعث میشه اون موجودات که جذب بشن و یواش یواش این کد هی قوی تر میشه و اون موجودات خب چون در تراپ افتادن، در اون جذبه این افتادن، میبایست برای اینکه این حلقه پاره بشه چیکار بکنن؟ تأمین انرژی بکنن. تا زمانی که این تأمین انرژی 100% نشه، اینا از این چنگک خارج نمیشن. اولین جایی که تأمین انرژی میتونن بکنن برای اینکه این درصد لود رو ببرن بالا و درصد اصلا تأمین انرژی ببرن بالا، از خود شماست. دومین چیزی که میتونن تأمین بکنن از کی؟ از همون ساحر بیچاره بدبخت. بقیهش هم از کی هست؟ از اون فردی که شما به اسمش زدید. خیلی جاها دقت کردید که میبرید یه چیز رو میذارید، طرف مقابل هیچی براش انجام نمیشه. مخصوص کیا؟ مخصوص اینایی که هیچ نه اذن دارن نه ایناسا. چیزی میبیسه به شما میده، شما میبرید میذارید، اون طرفی که براش سحر زدید هیچ کار نمیشه، اما شما بدبخت میشید. اون ساحر که بلا استثنا بیچاره میشه، اما شما شروع میکنید به بدبخت شدن. اینجا چیه؟ اینجا چه کاری انجام میشه عزیزان؟ اینجا علتش این هست، شما مقدار انرژی کافی را برای تأمین ساختید. مقدار انرژی کافی که اون موجود میخواد برای اینکه از شر این حکایت خارج بشه، از شر این چنگه خارج بشه، شما برایش تأمین کردید و به شما چسبیده، دیگه از شما خارج نمیشه. چرا؟ چون اونجا براش قسم نامه و توکیلی به اسم، به نام، به موجودیت اون موجود وجود نداره. شما زمانی میتونید به یک موجود یه چیزی رو بهش بدید توکیلش بکنید، و زمانی توکیل شما میگیره که با او عهدی داشته باشید یا امضایی داشته باشید، قدرتی در ماورا داشته باشید. ساحر فلج بدبخت، شما هم که از دنیا بیخبر، خب هیچی، این موجود میگه خدایا من انداختن الان در دام، بذارید من برای اینکه بتونم انرژی کافی بگیرم از این چنگ در بیام، همین به همین بدبخت بچسبم و از ایشون تغذیه بکنم. خیلی از جاهایی که میبینید قبرستونه و بسیار بسیار سنگینه، علتش همینه. عزیزان، دوستان، گرامیان، من برنامه رو نمیخوام زیاد طولانی بشه، امید این دارم که خیلی از شماها این رو متوجه شده باشید. سعی میکنم دوباره در مورد اینها صحبت بکنم. لطفاً برنامه ها رو نگاه بکنید. این برنامه ام الافاریت که من گذاشتم حتما نگاه بکنید. برنامه چسبک رو حتما نگاه بکنید. برنامه اصطلاحاً ملکه جادوگران افاریت رو حتما نگاه بکنید. و برنامه بسیار بسیار مهمی در مورد به اصطلاح جن زدگی و تلسم و چگونه انجام دادنش گذاشتم، حتما نگاه بکنید. پلیلیست واقعیات ماورا رو نگاه بکنید عزیزان، اینها برای شما ساخته شده. در همین کانال برید سراغ پلیلیست ها و در پلیلیست ها واقعیت ماورا و تسخیرات رو نگاه بکنید. امید اون دارم که هیچ هموطنی، هیچ همزبانی در هیچ جای دنیا این کارهایی که از روی نادانی هست رو انجام نده. تو رو خدا لطف کنید به خودت، لطف کنید به زن و بچه‌تون، بیچاره نکنید خودتون رو. برید این برنامه رو نگاه بکنید، اونجا توضیحات کامل دادم. عزیزان، خواهش میکنم از شما به فکر خودتون باشید و این اعمال رو انجام ندید. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه. پاینده
و جاوید، ایران ایرانی و همه هم نیاکان ما در جای جای جهان. سرتون سلامت باشه و تا برنامه بعد، آموزش دیگر و تا زمان دعا، دادار پایدار یارو یاور شما گرامیان.